امروز قراره با من آزاده یه غذا جدید و خوشمزه دیگر رو تجربه کنید. اما قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله کنارش هم بزنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای ما از اونا باخبر بشید. پس بزنید بریم. مواد لازم برای موجور بادمجون: بادمجون درشت 3 عدد، تخم مرغ 3 عدد، آرد سوخاری 4 قاشق غذاخوری، جعفری تازه خرد شده 100 گرم، بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری، پنیر لبنه یا فتا 100 گرم، نمک و فلفل به مقدار لازم. برای درست کردن موجور بادمجون، اول از پوست کندن بادمجون ها شروع میکنیم. اول سر بادمجون رو با چاقو میکنیم و بعد با پوستکن خیلی نازک کامل پوست بادمجون رو میگیریم. وقتی پوست همه بادمجون رو گرفتیم، حالا هر بادمجون رو به 4 قسمت از طول تقسیم میکنیم و برش های 2 سانتی میدیم تا مکعبای 2x2 تقریبا داشته باشیم. تا وقتی که بادمجونامون رو خرد میکنیم، یه قابلمه پر از آب میکنیم و میذاریم روی گاز تا جوش بیاد. وقتی که آب جوش اومد، بادمجونا رو میریزیم تو آب، مقداری هم نمک بهش اضافه میکنیم تا کامل بجوشه و رنگشون عوض بشه. آب در حدی باشه که روی بادمجونا رو کامل بگیره. اینجوری هم میزنیم، فشارشون میدیم تا کامل برن زیر آب. تو فاصله که بادمجونامون دارن میپزن، شروع به خرد کردن جعفری ها میکنیم. حسابی ساتوریشون میکنیم و میریزیم توی کاسه تا ازش استفاده کنیم. وقتی که آب قابلمه بادمجونمون دوباره جوش اومد، در قابلمه رو میبندیم، حرارت رو کمی کم میکنیم تا بادمجونامون بپزن. وقتی که بادمجونا به این مرحله رسیدن و نرم شدن، به کمک ملاقه از آب خارجشون میکنیم و توی آبکش میریزیم تا آبشون بره و سرد بشه. حالا یه کاسه تمیز برمی‌داریم، تخم مرغامون رو توش میشکنیم و همشون میزنیم تا صاف و یک دست بشن.
وقتی زرد و سفیده تخم مرغ یک دست شدن، نوبت اضافه کردن ادویه هامونه. کمی نمک و فلفل به مقداری که خودتون دوست دارین و مقداری بیکینگ پودر اضافه میکنی و هم میزنی. وقتی ادویه هامو مخلوط شدن، موقع اضافه کردن پودر نونمونه. حالا یا پودر نون یا آرد سوخاری، هر کدوم که داشتین، اونم اضافه میکنید و مخلوطش میکنید. بادمجونا رو که گذاشته بودیم آبشون برو خنک بشن، حالا با دست اینجوری فشارشون میدین تا بقیه آب اضافیشون هم خارج بشه و به مخلوط تخم مرغمون اضافه میکنیم. با یه چنگال این شکلی همش میزنیم تا مخلوط بشه. وقتی مخلوط شد، جعفری خرد شدمون رو به این مخلوط اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم. حدود 100 گرم پنیر لبنه یا فتا داشتیم. اونم اضافه میکنیم و کمی همش میزنیم. در حدی که فقط مخلوط بشه، چون زیاد هم زدن باعث آب انداختن مخلوطمون میشه. موقع سرخ کردن موجورامون میرسه. من یه ماهیتابه دارم که اینجوری قالبای گرد گرد توش داره. حالا هم توی اون سرخ میکنم نشونتون میدم، هم تو ماهیتابه معمولی. از هر دوش میتونین استفاده کنین. کمی تای ماهیتابه رو چرب میکنین و قاشق قاشق از مخلوطمون توی ماهیتابه میریزیم. وقتی یک طرفش سرخ شد، برمیگردونیم و طرف دیگرش رو سرخ میکنیم. حرارتتون متوسط باشه. اینم توی تابه معمولی، یعنی اگر که شکلشم متقارن نشد و مرتب نشد هیچ اشکالی نداره، اونم قشنگی خودشو داره. اینم به این شکل میریزیم تا یه طرفش سرخ بشه. وقتی دو طرفشون کامل سرخ شد، یه دستمال کف یه سینی میذاریم و موجورامونو روی اون میچینیم تا کامل روغن اضافیشون کشیده بشه. من این موجورا رو به همراه یه اسنک سیب زمینی درست کردم و سرو کردم. تو برنامه بعد منتظر درست کردن این اسنک سیب زمینی باشین. یادتون نره ما در شبکه اجتماعی دنبال کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. تا یه روز دیگه برنامه دیگه، خدا نگهدار.